Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ecma'in. Allahümme kulli veliyyikel hüccetü ibnel Hasan salavatuk aleyhi ve ala abaih fi hazihi saati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafızan ve kaiden ve nasıran ve delilen ve ayna حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من عوانه وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عدیه به پیشگاه مقدس ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خداوند به حق این روزهای پایانی ماه رمضان همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمانهای جهان، همه را، اونهایی که زندن، اونهایی که از دنیا رفتن، اونهایی که آدم های خوب بودن، اونهایی که گناهکار بودن، همه مسلمان های جهان را خداوند انشاءالله، مؤمنین و مؤمنات را خدا رحمت کنه، امواتشون بیامرزه، اونهایی که مردن، اونهایی که زندن در پناه خودش حفظ بفرمایه، مشکلات جوان ها را برطرف کنه، کسایی که مریض دارن مرضشون را خداوند شفا بده، کسایی که مشکل خانه دارن، اولاد ندارن، همسر ندارن، کار ندارن، شغل ندارن، گرفتاری های دیگری دارن، به حق محمد و آل محمد، مخصوصا جوان های عزیز ما، مخصوصا جوان های کشور ما که در هر جای دنیا هستن، خداوند به اونها عنایت و رحمت و لطف بفرماید. گفتیم خداوند برای ما پیامبر را یک اسوه قرار داد، یک سرمشق، برای این که در روز قیامت نگیم ما سرمشق نداشتیم، ما کسی نداشتیم که را الگوی خود قرار بدیم، برای این که انسان نتونه این بهانه را در بیاره، لذا پیامبر را با عنوان الگوی ما قرار داد. فرمود ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. هر کسی که خدا را میخواد، میخواد به طرف خدا بره و میخواد قیامت را زندگی خوب و سعادتمند اونجا داشته باشه، خب پیامبر را اسوه سرمشق خود قرار بده و الگوی خود قرار بده. طبعا کسی که با خدا رابطه نداره و نمیخواد قیامت را قبول نداره، یا اگه قبول هم داره کار به قیامت نداره، خب اون دیگه لازم نیست پیامبر را اسوه قرار بده، و هرچی دلش خواست انجام میده. دیروز عرض کردم پیامبر در همه کارهایش اسوه بوده، سرمشق بوده. الانم پای که پیامبر نیست، بزرگانی هستند که اینا واقعا زندگیشون برای ما سرمشق، در هر نقطه دنیا بزرگانی هستند که اگر ما دنباله اونا رو بگیریم، زندگیشون برای ما سرمشق. پیامبر در هر چیز سرمشق و الگو برای مردم بود، در رفتار، در کردار، در گفتار، در حرف زدن، در غذا خوردن. گفتیم پیامبر یکی از عاداتش این بود که حتی به بچه های کوچک هم سلام میکرد، با هر کس با مهربانی برخورد میکرد،
صله رحم ترک نمی کرد و این کارایی بود که از پیامبر یه مقداری کمیش را دیروز در جلسه قبل عرض کردم. دین اسلام برای هر کار ما قانون داره، برای هر کار ما، برای خوابیدن قانون داره، برای بیرون رفتن قانون داره، برای ازدواج قانون داره، برای بچه دار شدن قانون داره، برای کار قانون داره، حتی برای تفریح هم قانون داره، حتی برای ورزش، چی ورزش هایی بکن قانون داره. اما متاسفانه ما قوانین اسلام زیر پا گذاشتیم، دنبالش نگرفتیم، دنبال همه چیز گرفتیم جز اسلام، دنبال هر چیز رفتیم جز اسلام، و نهایت از اسلام فقط یک نماز خواندن گرفتیم، یک روزه گرفتن. الان که در اسلام مثلا میفرمایه شرط بندی حرام مگر در بعض امور ورزشی. ببینید خیلی مسئله است، بعض از مسائل ورزشی را اسلام تأکید میکنه که انجام بدید. خب کار به عرفان نداریم فعلا. یکی از مسائلی که در اسلام خیلی روش بحث هست مسئله لباسه. چی جور لباس بپوش، چگونه خودت را آرایش کن. پیامبر هر وقت از خانه بیرون میامد سر و صورتش را با آینه میدید، مرتب میکرد، عطر میزد، میامد بیرون. همیشه پاک بود، نظیف بود، هیچ وقت لباسش کثیف و چرک نبود. و بعضی از لباس ها را برای خانوما اجازه نمیکرد، همچنین برای آقایون و مردان. لباسی که بدن را نشون بده، چی از مرد چی زن، میگه جایز نیست. بنابراین میفرماید جوان ها نباید مثلا مخصوصا اونایی که خود وضعیت جسمیشون خوبه از این لباس های آستین کوتاه یا لباس های کوتاهی بپوشن که ولو مرد ها که اندامشون خیلی برهنه بشه یا معلوم بشه. این لباس ها رو میگن درست نیست. یکی از لباس هایی که ممنوس در پوشیدنش در اسلام لباس شهرته. یه لباسی بپوشی که همه مردم تو رو به هم دیگه نشون بده، ها ببین چی لباس پوشیده، نگاهی چی جور لباسه، حالا چی از حیث گرانی که خیلی گران قیمت باشه، یا از حیث خیلی مثلا بیبندوباری. کیره میگن لباس شهرت، مخصوصا برای خانوما که میگن جایز نیست. ببینید ان الله یبغض شهرت اللباس، خداوند دشمن میدارد کسی که لباسی بپوشه که مورد توجه مردم قرار بگیره، یک لباس خاصی بپوشه که در کوچه و بازار همه به طرفش نگاه کنن، یا برهنه باشه مخصوصا خانوما، یا برهنه باشه، یا چیز خاصی باشه، یا وضعیت خاصی، یا آرایش خاصی. یه خدا مبغوز میداره اینه، یعنی دشمن میداره. و از پیامبر من نقل شده که من لبس لباس و شهرت فی دنیا البسه الله لباس از ذل یوم القیامه. کسی که لباس شهرت، لباسی که انسان را انگشت نما بسازه در دنیا بپوشه، چی زن چی مرد، خدا لباس ذل یعنی ذلت،
خاری در قیامت به تنو میکنه. این در قیامت خاره، ذلیله. دنیا گاهی میگن یک روز قیامت برابر 50,000 سال دنیاست. اونجا که غروب و طلوع آفتاب نیست که، گردش زمین که نیست که بگیم که یک دور گردش زمین بشه مثلا یک 24 ساعت یک شب و روز، و 30 دفعه اگر دور بزنه بشه یک ماه، 365 بار اگر دور بزنه بزنش بشه یک سال. اونجا که اینا نیست که. یوم مقداره 1,050 سنه، 50,000 سال روز طول روز قیامت. در این روز قیامت لباس ذل و خاری در تنشه. پس از لباس شهرت آدم باید دوری کنه. پتلونهای عجیب و غریب، شلوارهای عجیب و غریب، لباسهای عجیب و غریب، اینها جایز نیست. مطلب دیگری که در این زمینه لباس باید خیلی صحبت میکردیم، اما خب متاسفانه وقت نیست. لباسی که برآمدگی های بدن را نشان بده جایز نیست، ولو پوشیده باشه. بنابراین اگر یه خانم یه لباسی بپوشه ولو پوشیده است، اما برآمدگی های بدنش قشنگ معلوم بشه زیر لباس، این لباس شهرت. یک آقای همچنین، بعضی ها یک لباس هایی می پوشن، یک پیرهان های کوچک به اصطلاح می پوشن، وقتی که سرشون رو پایین می کنن تمام این لباس بالا می پره، همه جای بدنشون معلومه. اینا لباس شهرت. در اسلام حجاب فرد و حجاب جامعه روش خیلی تاکید شده. کاری نکن که عفت فرد جامعه از بین بره، و کاری نکن که جامعه دچار بیهجابی جامعه بشه. بیهجابی جامعه همین لباسهای کوتاه، لباسهای عجیب و غریب. بعضی دخترها مثلا حتی به سن بلوغ رسیدن مثلا شلوارک می پوشن، بعضی آقایون همچنین لباسهای عجیب و غریب، موهای سرشون. اینا در اسلام جایز نیست. ما وقتی که اگر یک چیزی را میپذیریم باید همه چیز شود. شما الان در یک کشور خارج که زندگی میکنید مجبورید تمام مقررات کشور خارج را بپذیرید. وقتی به شما به اصطلاح گرین کارت یا کارت شهروندی میدن که شما قسم بخورید که تمام مقررات این کشور را بهش عمل میکنید. در اسلام وقت ما مسلمان میشیم باید این تعهد داشته باشیم که تمام مقررات اسلام را بپذیریم. ما برای 50-60 سال زندگی در یک کشور خارج قسم میخوریم که تمام مقررات این کشور را بپذیریم، و ما برای زندگی همیشگی که در قیامت زندگی ابدی، و همچنین برای خدایی که این همه نعمت به تو داده، همه چیز من و شما از اوست، ما با قرارات خدا را زیر پا میذاریم. خب یکی از مسائلی که مهم مسئله ازدواجه. ازدواج یکی از مسائل خیلی مهمه. ازدواج برای این نیست که یک زن و مرد ازدواج کنن تنها نمانن، به اصطلاح به لذت‌های جنسی برسن. این نیست. ازدواج پایه و نظام جامعه است. پدر و مادرت اگر ازدواج نمی کردن تو نبودی، بچه‌هایت نبود، نواسه‌هایت نبود، هیچی نبود. نظام میبینیم در یک کشوری که
یا ازدواج کمه یا اینکه مردم اولاد نمیخوان داشته باشن، دولت مجبور میشه که یک قانونایی وضع کنه که باید مردم ازدواج کنن یا اولاد بیارن. این نظام جامعه است. نظام جامعه در اینه. ازدواج خیلی چیز خوبیه، اما سنت های غلطش خیلی بده. ازدواج بد نیست، سنت های غلط ازدواج خیلی بده. الان در کابل بین بعضی از همشهری های ما به حمدالله یک قانون خوبی پیش آمده که ازدواج دست جمعی برگزار می کنن. 50-60 تا دختر و پسر دانشجو یا غیر دانشجو رو یک عده جمع میشن، برای از اینا یک عروسی دست جمعی میگیرن، یه جهیزیه مختصر هم بهشون میدن، میرن دنبال کار زندگی و خانه‌داری خودشون. بعض ازدواج هم هست که ازدواج دست جمعی نیست، اما طرف و پسر و دختر با هم قرار میذارن که خرچ ازدواج را برن عمره، عقد میکنن میرن عمره، 10 روز 12 روز زیارت بیت الله الحرام انجام میدن برمیگردن دیگه تموم. یا ازدواج میکنن به اصطلاح در یک مسجد مراسم ازدواجشون رو برگزار میکنن، هتل و نمیدونم این در دستگاه ها نیست. ازدواج خیلی چیز خوبیه، از سنت های اسلامه. انتهای این زد و بندهایی که دنباله ازدواج و پیش از ازدواج، اینا خیلی بده. لذا هر پدر و مادری که بخواد این دنباله های ازدواج را برای ازدواج دخترش یا پسرش منظور کنه، اینا قیامت مشکل دارن، چون اینا سبب میشن که دیگران نتونن ازدواج کنن. در روایت داره که من تزوج فقط احرز نصف دینه، قد احرز نصف دینه. هر زن و مرد، من تزوج، هر کسی که ازدواج کنه نصف دینش را نگهداری کرده. یعنی اگر دین را دو قسمت کنیم، نصفش مربوط به ازدواج. فلیتق الله فی نصف الباقی، پس یک نصفش را ازدواج تأمین میکنه، حفظ میکنه، نصف دیگه خودتون توی خانم توی آقا به اصطلاح تأمین کنید. یعنی دینت وقتی کامل میشه که اول ازدواج کنی و بعد دیگه خودت دوری از گناه کنی. همین. من کان له ما یتزوج به فلم یتزوج فلیس منا. خیلی عجیبه این. هر کسی که چی زن چی مرد قدرت ازدواج داشته باشه، یعنی بتونه ازدواج کنه، نه که بتونه یه مجلس مثلا چنانی در هتل بگیره، اون نمیگه توان ازدواج خود، یعنی این آقا بتونه زنش خرج بده، یا این خانم بتونه با شوهرش زندگی کنه، بتونه از پس کار خانه در بیاد. این منظور. کسی که توان ازدواج داشته باشه، فلم یتزوج فلیس منا، اگر این آقا یا این خانم ازدواج نکنه، پس این مال از ما نیست. از ما نیست یعنی چی؟ یعنی مسلمان نیست. روایت داری؟ پس ازدواج، حالا نگو که من در این عصر نمیتونم ازدواج کنم، راست میگی، با این مشکلات نمیشه ازدواج کرد،
خب گناهش به گردن کیه؟ گناهش به گردن اون پدر مادر هاست. این مسائل پیش میارن. گناهش به گردن این خانومی است که مثلا یک شرایط عجیب و غریبی برای ازدواج خودش میگذاره. اکثر شرایط هم از طرف خانوم هاست. آقا برای من خانه آنچنانی بگی، من با پدر و مادر نمیتونم زندگی. آقا بر من نمیدونم طلای اینقدری بخرس. آقا بر من مهریه من 300 سکه بهار آزادی بکن. یک مدت هم که زندگی کرد به بهانه های طلاق میگیره تا همون 300 سکه بهار زندگی آزادی رو بگیره. الان در زندان ها خیلی جوان ها زندانن، مرد ها، برای اینکه نتونستن مهریه خانوماشون رو بپردازن. اینا روز قیامت چی جواب میدن؟ نمیدونم. اگر من به خدا قیامت روز جزا اعتقاد داشته باشم باید خیلی متوجه بشم. یا سر شوهرشون به بهانه‌های مختلف فشار میارن. به بهانه‌های مختلف. درست امروز شاید یک دو نفر به این خانم حق بده بگه بله این زن راست میگه، اما خب این از چشم خدا که هیچ پنهان نیست. خدا که همه چیز میدونه. ما که نمیتونیم خدا را بازی بدیم. مردم هم ممکنه بازی بدیم، حتی قاضی را میشون بازی بدیم، حکومت هم بازی بدیم، چون اونا علم غیب که دارد، اما خدا را میشه بازی داد، فریب داد. پس ازدواج خودش خیلی خوبه، اما این شرایط ازدواج که چی پدرها میذارن، چی مادرها میذارن، چی خود دو جوان با هم قرار میذارن، این شرایط سنگین را، اینا خیلی بده. ممکنه این آقا و این خانواده با این خانواده بتونن شرایط ازدواجی رو که میخوان انجام بدن، آدم های ثروتمندی هم میتونن، اما خب این متاسفانه سرمشق میشه برای اون همسایه. اون دختر همسایه هم دلش میخواد اینطوری بشه، اون پسر هم دلش میخواد اینطوری باشه. خب اونا نمیتونن، وقتی نتونستن ازدواج نمیکنن. ازدواج نکردن گناهش به گردن کیه؟ منی که این سبب شدم. مثل این که من بیام یک کاری کنم که یک عده نتونن مسجد برن. نمیگم مسجد نرید، در مسجد رو نمیبندم، اما یک کاری میکنم که مردم نتونن مسجد برن. خب گناهش به گردن کی؟ یه آقام نمیگه شما ازدواج نکنید، اما یک قانونایی رو میذارن در ازدواج دختر و پسرش که دیگر جوان هم از اونا میبینن و عوض میکنن که همینطوری باشن، یا چشم هم چشمی سبب میشه که باید میگن همینطوری ما باشیم. خواهر که نمیتونیم پس هیچ. گناهش به گردن کیه؟ گناهش به گردن من است که میتونستم انجام دادم و این کار را رواج دادم. من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها. هر کسی که یک سنت خوب، یک روش خوب را در جامعه پایه‌گذاری کنه، تا روز قیامت هر کس به اون سنت، به اون روش عمل کنه، خدا به او یک ثواب میده. من سن سنتا سیئه فله وزر من عمل بها. هر کس یک روش بدی را در جامعه پایه‌گذاری کنه، تا قیامت هر چی شده به نام از او حساب میشه. میگن قابیل اولین کسی بود که برادرش حابیل کشت. تا قیامت هر کس کشته شده یک گناهی به نام قابیل نوشته میشه. چرا؟ چون قابیل این سنت گذاری را کرد. من وقتی ازدواج را اینقدر مشکل میگیرم، این هتل آنچنانی، این جهیزیه اینچنینی، این وضعی اینچنانی، اینا را میگیرم، دیگه جوانایی که نمیتونن ازدواج کنن گناهش به گردن منه. چی بخوام چی نخوام، حالا صد بارم حج برم. ببینید در اسلام هر چی حساب خودش داره. نماز خواندن سر جای خودش
یک سنت بد را پایه‌گذاری کردن جای خودش. تو حالا هرچی نماز بخوانی که جای او را نمیگیره. من همیشه نماز بخوانم اما مکه ندم، نه. مرا در قیامت از نماز سوال نمی کنن، اما از مکه سوال می کنن و جزا می دن. در این سنت بدم مرا در قیامت از نماز و روزه و رفتن کربلا و حج سوال نمی کنن. اما این میگن چرا این طوره که می تونستی نکنی چرا کردی؟ تو سبب شدی تا این همه تعداد جوانها نتونستن ازدواج کنن. تو سبب شدی تا این همه خانوما به اصطلاح دخترا آمدن توقع بالایی از شوهرایشون کردن. گناهش بگردن منه دیگه. بعضی ها گمان میکنن که اگر ما ازدواج کنیم مشکل خرچ زندگی داره. نه. التمسو رزق به نکاح. اگر فقر داری، فقر مالی داری، برو ازدواج که خدا روزی رو میرسنه. اصلا التماس کن، میخوای روزی زیاد شد برو ازدواج کن. التمسو رزق به نکاح، با واسه ازدواج میتونید شما رزق را از خدا بگیری، چون تو تناستی، خدا تنها با تو به اندازه خودت رزق میده. اما وقتی دو نفر شدی به مو اندازه، سه نفر شوی، چهار نفر شوی، بچه ها خودشون رزقشون خدا بهشون میده. پس گمان نکن که اگر ازدواج کردی فقیر میشی، نمیتونی نان زن و بچه تو در بدی. نه، اینطوری نیست. یا شاب تزوج و ایاکه و زنا. این خطاب امام به همه جوان هاست، چی دختر چی پسر، فرقی نمی کن. ای جوان ازدواج کن و ایاکه و زنا، مبادا دنبال زنا بری یا دنبال کارهای بد بری، چشم چرانی بری. فانه ينزع الايمان من قلبك، چشم چرانی کردن، نعوذ بالله زنا کردن. زنا تنها یک عمل نیست، زنای چشم، زنای گوش. یه خانمی عطر عجیب و غریب میزنه میاد بیرون، آرایش عجیب و غریب میکنه، این جوان ها خب میبینن، اینا همش زنا حساب میشه، چون زنا ایمان را از قلبت بیرون میبره. رکعتان یسلیهما متزوج افضل من صلات رجل یقوم لیله و یقوم نهاره. عجیب. اگر دو رکعت نماز یک آدمی که ازدواج کرده، چی زن چی مرد، دو رکعت نماز بخونه. زن دو رکعت نماز صبحشه میخونه، مرد دو رکعت نماز صبحشه میخونه، بهتر است از نماز کسی که شب را تا صبح عبادت کنه و روز را روزه بگیره اما ازدواج نکرده باشه. ایلا عجیب. اینا میخواد به ما بگه که به این حرف های دنیایی مردم فکر نکن، باید خانه چطور باشه، فرش چطور باشه، زندگی چطور باشه، ازدواج کنید. من استادی داشتم مشهد، خدمت شما عرض کنم، یک روز پیشش رفتم، بعد از درس بود، خب مسائل زندگی پیش آمد. ایشون گفت من و خانمم که ازدواج کرده بودیم یک اتاق داشتیم، یک اتاق. پنجره این اتاق را شیشه نداشت، روزنامه گرفته بودیم، روزنامه چسبونده بودیم.
گاهی بین روزنامه یک تکه شیشه را پیدا کرده و نور چسبونده بودیم. آفتاب وقتی که از اون شیشه میافتاد داخل اتاق ما، گاهی من می نشستم در اون آفتاب خود گرم می کردم، گاهی خانمم. اما ازدواج کردیم و خدا کب کب درست کرد. خیلی ها بودن، من خودم خیلی ها رو دیدم، حالا کار ندارم. وقتی می خواستن از رفقای ما که از این خانه به این خانه کوچ کنن، وسایل زندگیشون عبارت بود از یک قالیچه، یک دوشک دو نفره، یک پتو، یک بالشت، یک چراغ علدین و چند تا کاسه و پیاله و اینا که یک کراچی قشنگ رو بار میکرد. تو کراچی بارش میکردن، کراچی پیش میرفت، اینا هم از دنبالش. و خدا بهشون چی نعمتی داد، چی برکتی داد. نعمت و برکت به واسطه جهیزی زیاد یا پول زیاد نیست. خیلی کسایی هستن ازدواج میکنن، اما من خودم دیدم این ازدواج ها به یک سال نمیکشه، با هم ناسازگار میشه. ازدواج یک عمل شرعی است که خیلی ثواب داره. میگن دعای کسی که ازدواج کرده و شب زفاف وقتی که کنار هم مینشینن اگر دعا کنن، این دعا هیچگاه رد نمیشه. دعایی که 100% مستجاب میشه دعای دختر و پسری است که شب زفاف دعا کنن. و شب زفاف پس شب عمل نیکه، عروسی عمل است مستحب، ثواب داره. این عمل را به گناه آغشته نکنید. کار ثواب را شما مثلا روزه میگیری، بعد روزه را با یک چیز گناه افطار کنی. روزه میگیری صبح تا شام بشی موسیقی بشنو، فایده نداره. لذا ازدواج هایی که با گناه شروع میشه، با گناه ختم میشه، این ازدواج ها دوام نداره، زود از بین میره، از هم میپاشه. اگر هم از هم نپاشه ثمره خوب نداره. لذا میگن در ازدواج باید کوشش کنی که ثمره ازدواجت خوب باشه، ولذا باید در ازدواج گناه نکنی. ببینید در ازدواج به ما چی دستور دادن؟ میگن در ازدواج باید زن و مرد به هم محبت داشته باشه. العبد کلم از داد فی النساء حبن از داد فل ایمانه فضلن. یک مرد هر چی نسبت به زنش محبت داشته باشه در ایمانش برتری پیدا میشه. یک زن هر چی به شوهرش محبت داشته باشه در ایمانش برتری پیدا میشه. اسلام اینه میگه. اسلام میگه که باید زن و مرد با هم محبت داشته باشن، بسازن. از شر و الخیر به نسا، خوبی و بدی دست زناست. زن میتونه زندگی یک مرد را سعادتمند بسازه و زن میتونه که زندگی یک مرد را به آتش بکشه. زن بد در سرای مرد نیکو، هندرین عالم از دوزخ او. اگر زن یک آدم خوب بد باشه اصلا جهنم برش، جهنمی که خیلی شدیده. و این زن چی عذابی داره در قیامت؟ پناه بر خدا. زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه شوهر بره، یک روز، دو روز، سه روز، حتی خانه پدرش، این زن ناشزه است، حق نفقه نداره.
یه آقای زمان پیامبر، اگر ما مسلمانیم که اینا روایات دیگه نمیدونم، زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم یه مردی رفت مسافرت، زنش ازش اجازه نگرفته بود که آقا اگر تو رفتی من بخوام خانه پدرم برم میتونم یا نه، نگرفته بود. او آقا هیچی نگفت، نگفته بود برو نرو. زن متدین بود، دیندار بود. ببین دین اینه میگن، نه که به جزئی ترین مسئله بیرون برای آبروی شوهر ببر و آبروی خانواده رو ببر و سر و صدا و داد و فریاد، این دین نیست. ولو دختر امام باشی نعوذ بالله. بعد از چند روزی این زن به پیغمبر خبر داد، گفت یا رسول الله پدرم مریضه، من از شوهرم اجازه نگرفتم که برم به عیادت پدرم و یا خانه پدرم، آیا میتونم برم؟ پیامبر گفت نه، نرفت. بعد از چندی پدرش فوت کرد، یا رسول الله خبر داد یا رسول الله پدرم فوت کرده، من اجازه نگرفته بودم، آیا میتونم برم به سر جنازه پدرم؟ گفت نه. دین اینه میکن، نه که هرچی شد کاسه و کوزه خورد و آدم آبروی همه رو ببره. لمزا میگن الخیر و شر به نسا. روایت دیگر داره اکثر الخیر به نسا، خیرات و برکات زیاد با واسطه زن خوبه. من اخلاق الانبیا حب النساء، تو باید همسرت دوست داشته باشی. میگه از اخلاق پیامبران است که زنایشون دوست داشته باشن. من تزوج لله عز وجل وصله الرحم توجه الله تاج الملک. هر کی برای خدا ازدواج کنه، زن و مرد فرق نمیده، برای خدا ازدواج میکنن، خدای ما میخواییم ازدواج کنیم، دین ما رو حفظ کنیم، گناه نکنیم، با هم زندگی کنیم. و کسی که صله رحم کنه برای خدا، خدای این پسرموی من با من بده، اما من برای تو به دیدنش میرم، به واسطه تو خدا چیکار میکنه؟ توجه الله تاج الملک، در قیامت تاج ملائکه رو بر سر از اینا میذاره. خب کسی که تاج ملائکه بر سرش گذاشته بشه که دیگه جهنم نمیره. ببینید ما خیلی از قوانین اسلام متاسفانه بهش توجه نداریم. من برکت المرأت قلت معونتها، برکت زن در این است که کم خرج باشه. هی هر روز قایم نگیره که اینی لباس برام بخر، اینی طلا رو بخر، این چیزکه بخر، اینه بخر، اینه بخر. من برکت المرأت قلت معونتها، زن با برکت اینه. افضل النساء اصبحهن وجها و اقلهن مهورا، بهترین زنهای عالم کسی است که صورت زیبا داشته باشه و مهرش خیلی کم باشه. بعضی آمدن مهرشون مثلا 300 سکه بهار آزادی قرار میدن، در برابر هم بعضی هستن مهرشون یک کربلا. زندگی مگذره، اون 300 سکه بهار آزادی رو طرف نمیتونه ازش استفاده کنه، چون چیزی که برکت نداشته باشه دوام نداره. من امیر المؤمنین، امیر المؤمنین راجع به زنهای بد یه فرمایشی داره خیلی عجیبه.
خواهرها باید توجه کنند، خواهرایی که خودشون دوستار امیرالمومنین میدانن، خواهرایی که میخوان با ازدواجشون یه آقای رو خوشبخت بسازن، با ازدواجشون میخوان اولادهای خوبی به دنیا بیارن که سبب خیرشون در دنیا و آخرت بشه. یظهر فی آخر زمان و اقتراب القیامه، امیرالمومنین میفرماید در آخر الزمان و نزدیک قیامت، و هو شر الازمنه، بدترین زمان ها همون زمانه. چی پیدا میشه؟ نسوتون متبرجات، زنهای پیدا میشه که هی 24 ساعت در خیابانا کوچه ها با لباس های عجیب و غریب پایین میرن بالا میرن، در هر جا خودشون رو نشان میدن. کاشفاتون آریاتون من الدین، بدنشون نسبتاً برهنه است، حجاب کامل ندارن. آریاتون من الدین، اینا از دین خارج شدن، از دین برهنه شدن. و واصلاتون فلفتن، اینها در فتنه ها میفتن، گرفتار فتنه میشن. مائلاتون الی الشهوات، به طرف هواها و هوسهای دلشون میدن. مسرعاتون الی اللذات، اینا به طرف لذت ها تلاش میکنن. فلم و مستحلاتون فلم محرمات، کارهای حرام حلال میدونن. گفتن عفت داشته باش، حجاب داشته باش، نداره. گفتن درست باش، با ادب باش، اخلاق درست داشته باش، نداشته. بعد امیرالمومنین چی میگه؟ فی جهنم خالدات، اینها دیگه برای جهنم برای همیشه هم، یعنی ابدالآباد جهنمی هم. آیا میسازه؟ میارزه که انسان برای 50 سال، 60 سال، 40 سال، کمتر بیشتر خود جهنمی کنه؟ ایما امرأت ادخلت فی زوجها امر نفقه و کلفته ما لا یطیق لا یقبل الله منه صرفا و عدلا الا ان تتوب و ترجع و تطلب منه طاقه. هر زنی که بر شوهرش فشار بیاره در امر خرج و خوراک، بر ما گوشت بخر زیاد، خب الان اون مرد بنده خدا یک درآمدی داره که نمیتونه این کار کنه، مرا مسافرت فلان جا فلان جا ببر، در فلان هتل باید شبا زن بمونی. هر زنی که بر شوهرش در امر نفقه سخت گیری کنه و کلفت هما لا یطیق، شوهر را مکلف کنه به کارهایی که از شوهرش در نمیاد، نمیتونه انجام بده، لا یقبل الله منه، خدا از او قبول نمیکنه، صرفن ولا عدلا، نه صدقه دادن ازش خدا قبول میکنه، هرچی صدقه بده، نه عدل را، نماز بخونه، روزه بگیره، چی کنه، حج بره، مکه بره، کربلا بره، زیارت بره، تمام روز بره زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه، زیارت امام حسین، خدا ازش قبول نمیکنه مگر این که توبه کنه و برگرده و با شوهر بسازه.
امروز همه این گرفتاری هایی که در جامعه پیدا میشه همینه. خواهر عزیز، دختر گرامی، با هم بسازید، زندگی رو سخت نگیرید، بچه هایتون بد تربیت نکنید. وقتی تو فوش کاری میکنی بچه یاد میگیره. لج با خدا نکن، دستور خداست اینا. من گاهی ممکنه با پدرم لج کنم، با مادرم لج کنم، اما خب چی فایده داره؟ لج کنم. پدر و مادر که برش تأثیر نمیکنه. با مردم که لج کنم که چی فایده داره؟ از لج مردم یک کاری کنم. من از لج مردم روسری نپوشم. از خاطر که بخوام به یک آقایی، با یک آقایی که فرض کنیم امر به معروف و نهی از منکر میکنه لج کنم، روسری نپوشم. روسری ما آتش بزنم. بزن. چی تأثیر داره برای اون؟ اما بدان این لج با خداست. لج با خدا یعنی شما دستور خدا را عمل نمی کنی. اگر پسرت، بچیت و واسطه پسر عموش لج کنه، یک کار بدی کنه که تو دوست نداری، اما نه با تو، لج با تو نداره، با پسر عموی خود لج کرده، یک کار بدی میکنه، این در حقیقت عذاب توست، تو رو عذاب کرده، اون چیزی که تو دوست نداری انجام داده. تو الان لج میکنی، فرض کنیم افافت از بین میبری، حجابت از بین میبری، این لج با خداست، لج با مردم نیست. این همه در عالم مردم کارهای خیلی بدی انجام میده. الان کاباره هایی که در کشورها هست، خب چی تأثیر داره؟ بر کی تأثیر میکنه؟ هیچ تأثیری بر کس دیگه که نداره اینا. هر کس میدونه خودش. اما برگشتی این اول، این عمل اول برای خود منه. من باید روز قیامت جواب بدم. من روز قیامت باید جواب امون عذابش بکشم. یا آدم بیاد با شوهرش لج کنه. یا لج کردی با شوهرت برای که شوهرت میگه این کارو بکن، تو خلاف نمیخوای کنی، خب این لج با خداست. چون خدا میگه که در کار درست و عقلی از شوهرت اطاعت کن. خدا گفته دیگه، من چیکار کنم؟ برو با خدا دعوا کن که چرا اینطوری گفته. تو با شوهرت لج میکنی، این لج با خداست نه با شوهر. با خسارت لج میکنی، با خشویت لج میکنی، این لج با خداست نه با خسر و خشوی. خسر و خشوی هیچ اهمیت نمیده. تو هر کاری میکنی بکن، او اهمیت برش نداره. هیچی، شاید هیچ خبرام نشه، خبرام بشه هیچ اعتناب نمیکنه بهت. این همه مردم کارهای زشت میکنن، مگر مردم دیگه با اونا اعتناب میکنن؟ مگر آب مردم کم میشه؟ نان مردم کم میشه؟ زندگی مردم خراب میشه؟ هیچی نمیشه. اما اول خودت رو اذیت میکنی. چون آدم لجباز هیچ وقت آرامش نداره. هیچ وقت آسایش نداره. لذا گفتن الحسود لا یسود. آدم حسود هیچ وقت با آرامش نمیرسه. حسد داره، هیچ وقت با آرامش نمیرسه. لجبازی هم امینه. پس بهتره که انسان لجبازی با خدا نکنه، لجبازی با دین نکنه. هر کی با هر کی آدم لجبازی میکنه، با خدا که نباید لجبازی کرد. همه چیز ما دست خداست. به چی ما مینازیم؟ به چی؟ به پدر، به مادر،
به پول، به قدرت، به چی؟ همش دست خداست. خدا میتونه همه رو بگیره. پس بهترین زندگی اینه که زن به شوهرش عشق داشته باشه و شوهر به زن. گفتم من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق پیامبرانه که زنها رو دوست داشتن. و زن خوبم اینه که جز شب شوهرش به هیچ کی توجه نداشته باشه، جز شوهرش، و الا زندگی، اساس زندگی به هم میخوره. میشه یک زندگی بیفایدهی که همیشه در رنجه. تو اگر شوهرت در رنج باشه تو آسایش نداری، تو هم در رنجی. اما چون تو لجبازی میکنی، فکر میکنی که این رنجی که تو میکشی آسایشه، نه. رنجیست که هم خودت رنج میدی، هم شوهرت، هم اولادایت. پس خلاصه مطلب اینه که ازدواج یک امریست خدا پسند و واجب بر هر مرد و زنی که ازدواج کنه، و دوایات شما خواندم. و بهترین زنها اینه که در امر ازدواج آسان بگیره. بهترین پدر و مادرام اینه که در امر ازدواج اولادایشون آسان بگیرن، سهلنگار باشن، سهل آمیزی کنن. گفتم اگر تو میتونی برای فرزندت مجلس خیلی شاهانه بگیری، بگی. حالا اسراف میشه نمیشه او بحث دیگری، گناه داره نگه داره او کار دیگری، با اوش کار نداریم. اما اگر این نمی مجلسی که تو گرفتی سبب بشه 4 تا از قوم خویش فقیدت دیگه نتونن ازدواج کنن، گناهش به گردن تو نمیشته میشه. تو که میتونستی چرا این کار کردی؟ لذا آقا باید کوشش کرد جامعه را به طرف سعادت برد، به طرف صلاح برد. فکر نکنیم که نماز و روزه تنها میتونه گره کشای همه کار باشه، نه. تنها نماز روزه نیست قضیه. در اسلام هر چیز روی خودش حساب علایده علایده داره. نماز یک حساب داره، روزه یک حساب داره، حج یک حساب داره، بد اخلاقی یک حساب داره، خوش اخلاقی یک حساب داره، مال مردم خوردن یک حساب داره، اذیت کردن مردم یک حساب داره. هر چیز تناتنا حساب میکنن. این نه اینطوری نیست که بگن خب آقا دیگه همیشه نماز جماعت میخونه پس فعلش کنید، نه. همه چیز باید حساب شده است دیگه. بعض گناه ها اونقدر سنگین میشه که همه خوبی ها رو از بین میبره. مثل این که شما خیلی آدم خوش قیافه، خوش صولت، خوش صورت و همه چیزت خوبه، اما یک مرتبه خدای ناخواسته یه مرض بد میگیری که همه خوبی هایت از بین میبره. گناه هم اینطوریه. گاهی یک گناه همه خوبی هایت از بین میبره. در جهنم آدم خالد میسازه. ببینید شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد. 6000 سال روایت این تو میگه. حالا من قبول کنم نکنم بحث دیگری است. اما یک امر خدا را اطاعت نکرد. خدا بهش گفت بیا بر آدم سجده کن، سجده نکرد. این 6000 سال همش از من تفت. شاعر یک قشنگ شعر داره. شیطان کرانده شد به جز از یک خطا نکرد، یک گناه کرد. خود را برای سجده آدم رضا نکرد، حاضر نشد برای آدم سجده کنه. شیطان 1000 مرتبه بهتر زبی نماز. او سجده بهر آدم و این بر خدا نکرد. بنابراین باید توجه کنیم. همونطوری که ماه رمضان گذشت
امروز و فردا آخرای ماه رمضانه، عید فطر میرسه، همونطور عمر ما مقدس تمام میشه. یه وقتی ما بچه بودیم ماه رمضان آمد، روزه بر شما و بر مثلا واجب نشده بود، از مادرت التماس میکردی که سحر بیدارت کنه روزه بگیری. گذشت، الان سال هاست که روزه به گردنت واجب شده. اینم بگذره، یه وقتی آدم اونطور میشه، اون به اون سرحدی میرسه که دیگه نمیتونه روزه بگیره، اونم بگذره. یه وقت هم جوری میشه که آدم تا چشمش باز میکنه میبینه مرده. امیر المومنین یک فرمایش خیلی قشنگی داره، الناس نیام و ان ماتن تبیهو. بعض انسان ها تو دنیا خوابن، سرگرمه، خوابن. چطور یک نفره که خوابه هی خوابای خوش میبینه و خوش میگذرانه و لذت میبره در خواب، یه مرتبه بیدار میشه اه عجب، تو مخانه خودت شب خواب دیده که رفته آمریکا و کجا و کجا و خوش گذرانده و های چی و چی و چی و چی، صبح بیدار میشه میبینی ای عجیب، توی همون به اصطلاح توتی فرش خانه خودش خوابیده. امیر المومنین میگه بعض مردم هم در تمام عمر دنیا خوابند، تا مردن بیدار میشن. عجب، ما که مردیم همه چیز تموم شد. لذا میگن وقت آدم میمیره، مال آدم، اولاد آدم، عمل آدم پیش روی آدم مجسم میشه، همه رو میبینی. پناه بر خدا. به مالت میگی خب من اینقدر در راه تو زحمت کشیدم، تا کجا تو با من هستی؟ میگه خدا حافظت دیگه، یک سه تا پارچه کفن از من حق داری بگی دیگه، برو. همش مال وارث. رو میکنه به زن و بچه و فرزند و خیش و قوم، خب شما چی میکنید آین با من؟ میگن ما تو تا لب قبر میبریم، تو قبر میگذاریم، سرت خاک مندازیم، برمیگردیم. عجب، تنهای تنها اونجا هستن. بله، به عملت نگاه میکنی، به اخلاقت، به کارهای خوبت، به کارهای بدت، با اونایی که خدا گفته بکن، با اونایی که خدا گفته نکن، با اونا میگی که خب شما چی میکنین؟ با میگه ما با تو هست. در قبرم این دو تا عمل خوب و بد با هم دعوا میکنن، یکیش زور میشه، یکی زیاده، یکیش کمه دیگه. اونی که زور شد هر کنان باش، عمل خوب زور شده بدیا رو از بین میبره، بدیا خوب زور شد و خوبیا رو از بین میبره دیگه. تا قیامت با امو عملت هست، چی خوب چی بد. بنابراین ماه مبارک رمضان، آخرای ماه مبارک رمضان دعا کنیم، این یکی دو روزی که مانده خیلی غنیمت بشماریم، توبه زیاد کنیم، استغفار زیاد کنیم. شب عید شب عبادت در روایات داره، یکی از شبهای پرفضیلت ماه رمضان شب عیده، مثل شب قدر. در این شب تا میتونی دعا کن، استغفار کن، خدا ازت بگذره، خدا خوبی ها رو برات رقم بزنه. برای خودت دعا کن، برای فرزندانت، برای اولادت، برای مردم، برای فرج امام زمان. علی حال دنیا میگذره، مباد آدم کاری کنه که روز قیامت دست صدها کس به گردن من باشه. من اگر بخوام با یک عمل زشتم سبب بشم که هزار تا جوان نتونه ازدواج کنن، روز قیامت این هزار جوان میان دستش از تو یخی من. تو این طوری که ما اینطور شدیم، چی میتونی اونجا بود؟ وقتی میگن آدم روز قیامت در مقابل شاکی ها قرار میگیره که هر کس از آدم شکایت داره، چیزی میخواد، تو دستت خالی است.
او از تو راضی نمیشه مگر این که عمل خوبت بهش بدی. بگی خب آقا من که دیگه چیزی ندارم، نه دلار دارم، نه پول دارم، نه ثروت دارم، نه زمین، هیچی ندارم، بیا اینی کربلای مال تو از من بگذر. خب دیگه برادم هیچی نمیمونه. اگر عمل خوب تمام شد، شاکی ها تمام نشد، اونجا چی؟ اونجا مجبوری که از هر کس گناهش را قبول کنی. آقا تو فلان گناه را کردی، من این گناه تو را قبول میکنم، تو از من بگذر. پناه بر خدا. اینا را آدم باید فکر کنه. گاهی یک نفر با خیلی خوبی ها از دنیا میره، اما در برابر مردم قرار میگیره. لذا کوشش کنیم که از مردم چیزی به گردن ما نباشه، چیزی از مردم به گردن ما نباشه. در مقابل مردم قرار میگیره، هی باید خوبی هایشو بده به مردم، بدی های مردم بگیره تا اونا از آدم بگذرن. لذا خیلی مسئله مهمه. ما برای می که زندگی میکنیم اینطوری نیست که دیگه هر چی داریم و هر چی پول داریم و هر چی قدرت داریم و هر چی توان داریم فقط مال خود ماست و ما باید خرج کنیم و هر چی دل ما خواست انجام بدیم. نه، این قدرت را در چی را مصرف میکنی؟ این پول در چی را مصرف میکنی؟ این پول تو برای عروسی پسرتون تو یک عروسی شاهانه میگیری، اما سبب میشه که صدها جوان دیگر از ازدواج محروم بشن. آیا خدا از آدم میگذره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.